جورجیو دل پیلار یک کشتی گشت دریایی است که سالها در گارد ساحلی آمریکا خدمت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه پس از بازدید از این کشتی و گفتگو با افسران و خدمه آن بر تعهدات طولانی مدت ایالات متحده در مورد حفظ و ارتقای امنیت در دریای جنوب چین تاکید کرد. دیدار من از این محل تأکیدی است بر تعهدات مشترک در مورد آب‌های این منطقه و آزادی کشتیرانی. این مرکز دیدبانی و مراقبت با کمک‌های آمریکا ساخته شده است. کشتی هم که همکنون از آن بازدید کردم قبلاً در گارد ساحلی آمریکا خدمت می‌کرد و اکنون به فیلیپین برای پاسخ به حوادث و بلایای طبیعی، عملیات ضد تروریستی و گشت در دریای جنوب چین کمک می‌کند. اقدام پکن در مورد ساخت جزایر مصنوعی در دریای جنوب چین و ادعاهای سرزمینی و آبی آن کشور به اختلاف با کشورهای منطقه از جمله مجمع جزایر فیلیپین منجر شده است. امروز می توانم اعلام کنم که قصد داریم دو کشتی دیگر را نیز به فیلیپین انتقال دهیم. یک کشتی تحقیقاتی برای کمک به تهیه نقشه آب‌های فیلیپین و کشتی دیگری از گارد ساحلی آمریکا که توانایی و قابلیت گشت‌های طولانی را افزایش می‌دهد. سال پیش اختلافات چین و ژاپن در مورد مالکیت جزایر خالی از سکنه سنکاکو در دریای شرق چین نیز به تیرگی روابط توکیو و پکن منجر شده بود. بابک راد، صدای آمریکا.